با سلام خدمت فراگیران عزیز، لطفی هستم و در خدمت شما هستم با درس 11 از کتاب محبوب English Vocabulary in Use. این کتاب واقعا یکی از کتاب‌های خیلی پرکاربرده که دانشگاه کمبریج اون رو تألیف کرده. کتاب یکی از خوبی‌هایی که داره اینه که اومده از بین 3.5 میلیارد جمله‌ای که در سراسر جهان وجود داره، انشار کمبریج اومده و این مجموعه کتاب‌ها رو معرفی کرده. جلد اول کتاب که بیسیک هستش شامل 60 درس میشه که ما در این درس ها به بررسی معنی تک تک واژه ها، بررسی سطر به سطر جملات برای درک مطلب بهترشون، برای روانخوانیشون ما تمرین هایی میدیم، سعی میکنیم که ما چندین بار تکرار کنیم که شما فراگیر عزیز، حالا هر جایی که هستید، توی خونه هستید، توی آفیس و محل کارتون هستید، بین راه هستید، اینا رو بعد ما تکرار کنید و تلفظ ها برای شما آسون بشه. سعی میکنیم که یک الگوهای کاربردی و تمرینهایی رو هم بدیم که منجر به تقویت مکالمتون هم بشه. پس پیش میریم با درس 11 In the kitchen. What's in the kitchen? What's in the kitchen? توی آشپزخونه چی هست؟ در این درس ما با مجموعه ای از کلمات مواجه میشیم که توی آشپزخونه هر کسی ممکنه که وجود داشته باشه. خب آشنایی با این که این کلمه‌ای که توی آشپزخونه هست، این شی به چه معنا هست، میتونه خیلی به ما کمک کنه که دقیقاً به اون واژه‌ای که مد نظرمونه استفاده کنیم. خب شروع میکنیم با واژه اول به اسم فریج. فریج یعنی یخچال. فریج، البته ما این کلمه مخفف رفریجریتر هست، رفریجریتر، اما خب ما همون فریج رو کار میکنیم بر اساس کتاب. فریج، لطفاً برای من حتما تکرار کنید. فریزر، فریزر که همون فریزر هست، فریزر. تپ، تپ. تپ هم حالا هر شیری میتونه باشه، حالا شیر روشویی باشه، شیر ظرفشویی باشه، ما بهش میگیم تپ. مایکروویو، مایکروویو که همون مایکروفر هست. کابد، کابد. کابد که کابینته، که البته خود اسم کابینت هم به کار میبرن، اما اینجا کابد، اینجا پی تلفظ نمیشه، نمیگیم کاپ بورد مثلا، کابد. شلف، شلف به معنی قفسه. خب گفتم واژه بعدی همون ورک آوت هست که ورک آوت خب معنی های مختلفی داره. پیشخان میگن، حالا کانتینر میگن، مثلا اوپن ما میگیم. خب خلاصه به این قسمت اوپن ما بهش میگیم ورک آوت، ورک آوت. واژه بعدی هستش بین، بین. بین رو حالا صرف داستبین هم البته بهش میگن، بین به اون زباله، زباله دون بهش میگیم بین، بین. دقت کنیم که این بین نیست، یعنی این ای کشیده نیست، بلکه این کوتاه هستش، بین. واژه بعدی واشینگ ماشین، واشینگ ماشین که همون ماشین لباسشویی میشه، واشینگ ماشین. استرس، حالا استرس رو هم دقت کنید عزیزان. ببینید هر کلمه ای وقتی تلفظ میکنیم، بالاخره اگر بیش از یک هجا داشته باشه، یکی از هجاها استرس میگیره و تکیه صدایی میگیره. مثلا اینجا واشینگ ماشین، واشینگ ماشین، دو بخش دیگه. استرس رو کدومش رو واشینگه؟ واشینگ ماشین. تکرار کنید، واشینگ ماشین که میشه ماشین لباسشویی. سینک، سینک، همون خودمون سینک هم میگیم، سینک. دقت کنیم که اینجا ان تو دماغی تلفظ میشه، سینک، سینک. واژه بعدی کوکر، کوکر. حالا کوکر هم از اون کلماتی که خیلی اشتباه میکنن، بعضی کوکر رو به عنوان آشپز تلفظ میکنن، در نظر میگیرن که کاملا غلطه. کوکر در انگلیسی به معنی همون اجاق هستش، کوکر. تکرار کنید، کوکر. و بعد هم دیش واشر، دیش واشر که دیش واشر به معنی ماشین ظرفشویی هستش. بریم سلاید بعد. Things we use in the kitchen. Things we use in the kitchen. کلمات، چیزهایی که ما استفاده میکنیم توی آشپزخونه. خب البته اینجا دیگه زیاد معنی مد نظر نیست، چون کاملا معانی مشخص هستن. من فقط تلفظ ها رو میگم و شما بعد من اینا رو تکرار کنید. Tea towel. Tea towel. البته ما معمولا بهش میگیم دستگیره، ولی خب بخوایم لفظ به لفظ معنی کنیم، یه پارچه‌ای که آدم چای رو باش میگیره، همچین چیزی. اما خب تلفظش هست تی تاول. ساسپن، هم ساسپن میگیم هم ساسپن میگن، امریکن ها ساسپن میگن. ساسپن، ساسپن.
تکرار کنید بعد من. تیپات، تیپات قوری هستش. کافی میکر، کافی میکر. خب استرس رو کدوم کلمه هست؟ کافی یا میکر؟ بله رو کافی هستش. تکرار کنید. کافی میکر، کافی میکر. کیچن رول، کیچن رول. واشینگ اپ لیکوید، واشینگ اپ لیکوید. مایه ظرفشویی، واشینگ اپ لیکوید. فراینگ پن، فراینگ پن. مایه تابه، فراینگ پن. کلاز، کلاز، کلاز. عالیه. بریم سلاید بعدی. Things we use for eating and drinking. Things چیزهایی که we use ما استفاده میکنیم for eating برای خوردن and drinking برای نوشیدن. اولین کلمه cup. cup. فنجون. واژه بعدی bowl. او تلفظ میشه bowl. bowl کاسه. fork. fork چنگال. fork. نایف، 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 نایف یعنی چاقو. چاپستیکس، چاپستیکس. یه نکته واسه من تو درس قبلی هم گفتم، عزیزانی که اتفاقی وارد این با این ویدیو آشنا شدن و این درس رو دارن ببینن حتما اسلایدهای دیگه و فیلمای دیگه ما رو هم حتما نگاه کنن توی یوتیوب آپارات. اشتباهی که خیلی از فراگیران میکنن مثلا میگن چاپستیک، یعنی بین پی و اس یک حرف صداداری میارن که این غلطه. ما باید دقت کنیم که بگیم چاپستیکس، یعنی بین پ و اس هیچی نیست. چاپستیکس. تکرار کنید. چاپستیکس، چاپستیکس. سپون، سپون. عزیزان این تکراری که دارم عرض میکنم رو خیلی جدی بگیرید، چرا که واقعا جدیدترین مطالعات نشون میده که تکرار کردن باعث میشه که کلمات خیلی روونتر تلفظ بشن. گلاس، گلاس، گلاس. پلیت، پلیت، پلیت. بشقاب. ماگ، ماگ، ماگ. اکسپرشنز. حالا با یه اصطلاحاتی آشنا بشیم، حالا که ما خیلی از کلمات رو یاد گرفتیم، حالا که ما به هر حال میتونیم که هر کلمه‌ای توی آشپزخونه چه معنی داره، خب اینا رو ما چجوری به کار ببریم. اولین اصطلاح، Where can I find a mug? Where can I find a mug? کجا من میتونم یه ماگی پیدا کنم؟ مثلا رفتی تو آشپزخونه دنبال ماگ میگردیم، میگید که Where can I find a mug? Where can I find a cloth? دستگیره کجاست؟ از کجا میتونم دستگیره رو پیدا کنم؟ Where can I find a cloth? تکرار کنید. Where can I find a cloth? Where can I find some kitchen roll? Where can I find some kitchen roll? جواب. They are in the cupboard. تو کابینتن. They are in the cupboard. خب حالا میخوایم درخواست کمک کنیم. یعنی اجازه میدی کمکتون کنم مثلا توی شستن ظرفا یا مثلا تو پخت و پز. اینجوری باید بگیم. Can I help with the washing up? Can I help with the washing up? میتونم تو شستن کمکتون کنم. Can I help with the cooking? Can I help with the cooking? میتونم تو پخت و پز کمکتون کنم. Yes please. بله لطفاً. آره خارجی ها با قول معروف تعارف ندارن دیگه، مثل ما یه ساعت تعارف کنن. نه. Yes please. بله لطفاً. You can dry the plates. میتونی ظرفا رو خشک کنی. You can dry the plates. You can dry the plates. You can cook some rice. You can cook some rice. میتونی یه خورده برنج بپزی. آره به قول خودمون برنج جمع کنی. You can cook پختن. You can cook some rice. خب حالا میخوایم بگیم که این بشقاب رو کجا بذارم یا کجا میذاریش معمولا. این پلیت، این مثلا کاپ، فنجون کجا بذارم. اینجوری میگیم Where does this cup go? Where does this cup go? این کاپ کجا میره؟ در اصل لفظ به لفظ اینه که این کاپ کجا میره، یعنی من باید کجا بذارمش. یا Where does this plate go?
بشقاب رو کجا باید بذارم؟ بشقاب کجا میذاریش مثلا؟ Where does this frying pan go؟ ماهیتابه رو مثلا کجا میذاری؟ جواب Put it in this cupboard please. بذارش تو این کابینت لطفاً. Put it in this cupboard please. تکرار کنید. Put it in this cupboard please. خب یه پندی هم به ما داده به عنوان آخرین پند این درس. اون چیه؟ گفته stick labels on objects. بچسبونید لیبل ها یا برچسبایی رو روی اشیایی که in your kitchen تو آشپزخونه‌تون هستن. With their English names. من به فراگیرام کسی که کلاس میان ویژه کسی که مبتدی هستن بهشون میگم که حتما اوایل برچسب بگیر و بزنید روی اشیای خونتون. مثلا روی ماگ بزنید بنویسید ماگ، روی یخچال بزنید که مثلا رفریجریتر، روی هر وسیلی که دارید برچسبی بزنید تا مدتی که این براتون معنی انگلیسیش هم توی ذهنتون بیاد. اوکی، این ایده خیلی خوبه، کتاب داره. You will see these every day and will help you to learn the words. چون هر روز دیگه مثلا شما تو آشپزخونه‌تون بشقاب رو میبینید، یخچال رو میبینید، وقتی نگاه کلمه میکنید یادتون میاد. This will help you. این به شما کمک میکنه to learn the word. به کلمات to learn the words. این کلمات رو یادشون بگیرید. خب درس امروز هم تموم شد. امیدوارم اگه خوشتون اومده باشه حتما لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید، حتما بنویسید که این کلمات کدومشون رو میدونستید. هر کدوم رو که میدونستید بنویسید، هر چی هم بلد نیستید بگید که ما براتون مینویسیم. این اگه مطالب خوشتون اومد به صورت رایگان توی یوتیوب و آپارات هست، برای دوستانتون بفرستید. موفق باشید و روزتون خوش.